من نه سرهنگ رو میشناسم نه تو زندگیم تا حالا دیدمش، اما باید باهاش صحبت کنم. مأمور سرهنگی؟ به جان بچه‌هاتون قسم میخورین که علی زنده و سالمه؟ قسم میخورم که علی زنده است و انشالله تا چند وقت دیگه سالم و سرفراز برمیگرده. سلامت از هر چیزی واجب تره. آرام بخشی مسکن. پس با این حساب بهتره که همه تلاشمون رو بکنیم تا هر چی زودتر اون خائن دستگیر بشه. من یه شناگرم که تلفنم گم شده. تا 40 دقیقه دیگه میبینم اتون. ساعت ها با ساعت من رو 8:30 تنظیم. چی شده پدر جان؟ حالت خوب نیست؟ این قرصته؟ بخور. ممنون که نگران سلامتی هستی جناب سرهنگ. حالا آروم باش. حالا میریم همون بایی همیشه که چرا نمیاد تو؟ گفتم چرا نمیاد؟
خیت. به به جناب سروان، اصلا انتظار دیدن شما رو اینجا نداشتم. خب آقای شناگر دریاچه یخ زده، اما به نظر انقدر سردتون نیست، حتی یه نمه هرنگ هم به پیشونتون نشسته. نکنه از شغل اداره موفق تب کردین؟ شاید هم سرمو خوردم یا هم پول دیگه لازم دارم. مرکز درده بلوزی به یه گلوله دیگه احتیاج داری. الان که بیشتر از همه به یه اسلحه احتیاج دارم تا هم درد خودم رو درمون کنم هم مشکل دارم. مشکل شما رو که این دفعه من خودم حل میکنم، نگران نباش. مشکل خودت چی؟ انگار تنهای پسش بر نمیای. به اونم میرسیم به موقعش. خب بدم نگفتی، چرا اول از مشکل من شروع نکنیم ها؟ به نظرت خیلی پیچیده نشده؟ تو مایه های غیر قابل حل. خواهیم دید، خواهیم دید. قدم به قدم، قدم به قدم، قدم به قدم. بهتر نیست بشینی هم به حرفام توجه کنم؟ یه بار خدایی نکرده حواست پرت نشه، دور میارم اینقدر نگاه نکن. همه شون از کار افتاده. نمیشینی؟ تعارف میکنی؟ دیدی نشستی؟ میدونی پله اول تشخیص مشکل شناخت ریشه های درده. مثلا در مورد شما ریشه درد فضولیه، کل شقه. اما در مورد من خیلی فهم میکنم، درد من نه جسمیه نه ذهنی. جناب سروان میدونی ریشه مشکل من چیه؟ ریشه درد من بی عدالتیه. باورت میشه؟ بذار یه چیز جالب بهت بگم. من در تمام عمرم هیچ وقت از مشکلاتم با هیچ آدم زنده‌ای حرف نزدم، اما خب این دفعه خیلی فرق میکنه. از اونجایی که قرار نیست دیگه هیچ وقت شنونده‌هامو ببینم، میتونم بهشون اعتماد کنم. جالب نیست؟ اعتماد. خب داشتیم راجع به مشکل من حرف میزدیم که ریشه اصلیش بی‌عدالتیه، اونم از نوع کائناتی. نه سالم که بود، ساعت 7:10 یه شب سرد دیماه مادرم از خونه رفت بیرون و دیگه هیچ وقت بر نگشت. من داشتم مشق ریاضی می نوشتم، پدرم هم کنارم نشسته بود و با علاقه و توجه به هم کمک می کرد، مثل همیشه هم با خنده و شوخی. مادرم که در به هم زد و رفت، پدرم یه چند لحظه به در خیره شد و به خودش گفت کجا را؟ این آخرین حرفی بود که در مورد مادرم از دهنش شنیدم. از اون به بعدم دیگه هیچ کدومشون رو ندیدم. ظرف 3 روز همه ریشه هم خشکیدن. اینقدر این موش زیر دماغ من تقلا نکن. جناب سروان خوب میدونه من دوست ندارم کسی حرفم رو قطع کنه. کجا بودم؟ شب سرد دیما
سالها بعد تو المپیاد جهانی ریاضی که اول شده هم موقع دریافت مدالامون تنها قهرمان بدون همراه من بودم. حتی کسی نبود به زنگ بزنم تا خوشحال شم. از اون به بعد نفرت همیشه و همه جا همراه هم بود، مخصوصا وقتایی که مردم با دلیل و بیدلیل ازم میپرسیدم پدر و مادر در قید حیات هم. با تمام اینا و با وجود همه اتفاقات بعدش که هر کدوم مثل یه فاجعه بودن، هیچ وقت نفرتم رو بیشتر از خودم دوست نداشتم. تا اون روزی که سرپرست احمق و فامیلواز واحدمون مدیریت بخش ما رو سپرد به باجناق کودن و بیسوادش و به من، منی که به قول خودش نخبه علمی بودم، گفت کمکش میکنی کارا درست پیش بره. حله قربان، بله قربان، رفتم تو اتاق، استعفامو نوشتم، گذاشتم رو میز و با خودم عهد کردم دیگه به هیچ بشری نگم بله قربان. پول که میخوری بیشتر شبیه کر میشی. جام سرون چی دستون میدیم؟ به نظرتون گیر نکردن؟ نه، هنوز نیم ساعت نشده و بعد شروع کردی به هک کردن اطلاعات نیرو و شنود مکالمات و شبیخون به قرارهای حساس. من بودم و یه درآمد سرشار و کلی آدم کودن که حتی دستشون هم بهم نمیرسید، تا اینکه یه روز سرکله یه خرمگس سمج پیدا شد و دستم رو گزید. خیلی خوب جناب سربان، به اندازه کافی راجع به مشکلات من هم زدیم، حالا وقت تفریحه. یه بازی هیجان انگیز. اصلاً همون درجه داریه که تو بیمارستان بیرحمانه کشتش. اینقدر این بازی رو تو فیلم ها نشون دادن که دیگه همه میشناسنش. رولت روسی. گوشاتو نمیدونی بگیری چه شاتو بگیرم؟ جا بجا کردن قواعدم، حتی وقتی قاعده‌ای در کار نباشه. از همون اول که دیدمت میدونستم مریضی، ولی نمیدونستم از مریضیت لذت هم میبری. بذار یه چیزی برات روشن کنم جناب سروان. ما دو جور دیوونه داریم، دیوونه خوب، دیوونه بد. من از نوع سوم.
ارتقاء درجه و تشویق نامه برای همه شیرینه، اما حقیقتا ارزشش چقدره؟ به بهای جون آدم یا به قیمت از هم پاشیدن خانواده یا انگ و اتهام و برچسب خوردن استراق همیشگی. خوب میدونی که با قبول این ماموریت همه اینا رو به جون میخری. اینم میدونی که ارزش این مرد و مردونگیش با کارش محک میخوره. پس کاری مرد باید خیلی بزرگ و مقدس باشه تا ارزش همه این مشقت رو داشته باشه. تو این دنیا چیزایی هستن که میلیارد میلیارد هم نمیشه خرید و فروخت، مثل سرنوشت مردم، مصالح مملکت و ایمان به حق. اما فقط بعضی مثل تو هم به این موضوع اعتقاد دارن و هم بهش عمل میکنن. با این چند تا جمله خواستم قدردانی واقعیم و ارادتم رو بهت ابراز کنم. جناب سرهنگ، من هنوزم بعضی وقتا دلم میلرزه. شیطون از هزار راه جور و جور وارد میشه. تا اینجا که من فهمیدم ریشه همه نیرنگاش یه چیزه. چی؟ اینکه ایمان آدم به شک و شکاشو به یقین بدل میکنه. هر وقت شک کردی به دلت رجوع کن. کاری که دستت برمیاد درست انجام بده، نتیجهشو بسپار به خودش. اینجوری ایمان و آرامش قلبمون محکم میمونه. من سروان علی نبوی در سال 88 در قالب طرحی فوق سری به همراه چند تن از افسران نیرو از سازمان کنارگیری کردیم تا وارد یک سری عملیات مخفی بشویم که از افشای آنها معذورم. در حال حاضر و با توجه به شهادت جناب سرهنگ مکری، تنها مظنون ماجرا من هستم و فردی ناشناس که به احتمال بسیار زیاد از اطرافیان فرماندهی ستاد می باشد. کسی که این امکان را داشته که احتمالاً در محل کار آنها میکروفون مخفی کار بگذارد، حتی شاید به فایل های محرمانه ایشان دسترسی داشته است. اگر نامه به یگان رسیده باشد از شما توقع همکاری دارم، به خصوص که بر اساس اطلاعات من ماجرا مهمتر و پیچیده تر از قاچاق مواد مخدر است و به احتمال قوی محموله بسیار خطرناک وارد کشور شده. اطلاعات تکمیلی را پس از اطمینان به شما خواهم گفت، اما در این مرحله به وسایل زیر احتیاج دارم: 1. گوشی تلفن همراه و خط تماسی که امکان هیچ گونه رصد و پیگیری نداشته باشد مگر توسط شخص فرماندهی یگان. 2. شماره تماس ایمن و مستقیم با فرمانده یگان یا شخص سروان شاهین که در همان گوشی با کد رمز ثبت و محفوظ باشد. 3. سیدی تصاویر ضبط شده دوربین های ایستگاه مترو طالقانی مربوط به امروز. 4. چند میلیون پول نقد. وسایل رو پس فرده با آدرس زیر به نحوی که می نویسم از شما تحویل خواهم گرفت. و نکته آخر، اگر نامه به ستاد نرسیده باشد الان در دستان قاتل سرهنگ است. این مطلب خطاب به اوست. برای من سرهنگ مکری نه فقط یک فرمانده بلکه شریفترین انسانی بود که می شناختم. از تمام مشقات و سختی هایی که در این چند سال کشیدم می گذرم، از خون سرهنگ نه. در آخرم نحوه تحویل وسایل و مکان رو مشخص کردم.
معلوم نیست با چند تا مظنون طرفیم. سردار نظرتون راجع به میکروفون شنود چیه؟ دستو دادم یه تیم از حفاظت و بازرسی محل کار سلام مکری رو بگردن. ممکنه حقیقت داشته باشه. امکانش نیست کار خود نبوی باشه؟ مثلا یکی از زیر مجموعه فرماندهی رو خریده باشه تا برش اطلاعات ببرن و تو شنود مکالمات کمکش کنن. ببین اگر نبوی خائن باشه که احتیاجی به نوشتن این نامه نداشت. یا برای چی نیاز داشت که با مرحوم مکری تماس بگیره؟ درسته. از بیمارستان که فرار کرده بود دست کسی هم بهش نمیرسید. مگه اینکه چی؟ بدبینانه به قضیه نگاه کنیم، امکانش هست که میخواسته سوءظن همه رو نسبت به خودش برطرف کنه تا با خیال راحت به نقشه‌هاش ادامه بده. در حال حاضر که نمیشه قضاوت کرد. فعلا برزگر باید تحت نظر حفاظت باشه. باید بررسی بشه که ببینیم اصلا ربطی به خیانت داره یا نداره. از امروزم سروان، با توجه به آشنایی و اطلاعات شما، خودتون به جای شهید مکری مسئولیت هدایت مأموریت رو به عهده بگیرید. اطاعت قربان. لوازم درخواستی نبوی رو سریع بهش میرسونی. از این به بعدم گزارش لحظه به لحظه وقایعی رو که اتفاق میفته رو فقط به خود من میگی. اطاعت قربان. مرخصی. معذرت میخوام قربان. طبق گفته‌های نبوی غیر از خودش چند نفر افسر دیگه هم وارد اون عملیات شده بودن. اگه حرفاش درست باشه اونا هم جزو مظنونین قرار میگیرن. امکانش نیست. به غیر از نبوی همه شهید شدن. که اینطور؟ پس احتمالاً راست میگه. ماجرا پیچیده تر از مواد مخدره. سرهنگ مکری این اواخر بر اساس گزارش هایی که از نبوی به دستش میرسید این احتمال رو میداد که ما با یه شبکه جاسوسی طرفیم. شبکه‌ای که در صدد وارد کردن تجهیزات مخابراتی پیچیده است. به چه منظوری؟ خرابکاری یا وارد کردن ویروس های مرگبار به سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور. پس وضع از اونی که فکر میکردم وخیمتره.
منشهیدی با من تماس بگیر، خبر خوب بهم بده. ما مردیم از دست این شوهر تو و ماموریتاش. بمیرم برات، تو چی میکشی با این همه استرا؟ منو کنار خودت بدون عزیزم. امین ماهو ببوس قربونت. علی عزیزم سلام. اولین باری که بعد از رفتنت برات پیغام میزنم. اوایل وقتی میرفتی میگفتی هفته دیگه میام، ولی یه ماه نمیومدی. بعد یه مدت میگفتی چند هفته دیگه میام و چند ماه پیدات نمیشم. دو سال که گذشت میگفتی معلوم نیست که میام، اما لااقل تلفنات بودن که باهاشون دلخوش باشی. حالا که نزدیک 8 ماه ازت هیچ خبری نداری و این خیلی سخت، خیلی سخت. ولی سخت‌تر از همه سوالای امینه و جون کندن من برای جواب خانه کننده. مدام میپرسه مگه چیکار کرده که ترکمون کردی؟ این اواخر خیلی کم با من حرف میزنه. دیگه نمیدونم بیشتر نگران تو باشم یا همین یا خودم. امروز رفتم ادارت. چند وقت یه بار میرفتم ولی بی نتیجه برمیگشتم. اما امروز بالاخره بهم اطمینان دادن که تو سالمی و شاید همین روزا برگردی. سرهنگ مکری گفت باید از این خونه برم به خاطر امنیت امین و خودم. اولش که خبر سلامت تو رو بهم داد خیلی خوشحال شدم، انگار رو ابرا بودم. اما همین که به خونه رسیدم و شروع کردم بستن چمدونا، یه اضطراب عجیبی افتاد به جونم. نمیدونم چرا، شاید برای اینکه هرچی پرسیدم کی میای سرهنگ از جواب دادن تفره رفت. شایدم اصلا آماده ترک خونمون نبودم.
خیلی بد بود. برای همین چمدونا رو ول کردم و اومدم تا برات این پیغامو بذارم. بلکه حالم بهتر شه. مثل روزای اول زندگیمون. یادته؟ هر وقتی راست سر کار میومدی برات نوار پر میکردم، روشم مینوشتم از پرچونه به مرد خونه. یادته؟ عجیبه، ولی عذاب وجدان مثل خوره افتاده به جونم که با رفتنم از اینجا رابطه منم ترک برمیداره. دیگه وقتشه بیای. از وقتی که نیستی همه چیزی یه جوری شده، به خصوص من. علی جان آجاز تمه داره. برگشتم که بهت بگم من هر شب خوابتو میبینم. هر شب. خسته ای نه؟ خیلی؟ هیچ عوض نشدی. تو واقعیت افسرده ترم. خوبی تو اینه که تو واقعیت بیشتر شدی. به جای اینکه با این حرفای قشنگولم بزنی، پاشو مرگو دک کن، یه تلفن به هم بزن تا حالم خوب شه. الان که انگار یه روزم از مرگت گذشته. مرد خونه که ددری باشه همینه دیگه. جریانه مرد رو شنیدی؟ از دست ازرائیل فرار میکرد، رفت توی مهد کودک، قطی بچه هایم شد، نشست، شروع کرد غذا خوردن. ازرائیل اومد بالا سرش وایساد، گفت داری چیکار میکنی؟ ازرائیل گفت دارم قاقا میخورم. ازرائیل گفت بخور بخور، بعدش باید بریم ددر. بفرمایید. بفرمایید. Thank you.
فعلا مقدار است. خانم سربان علی نبوی هستم. لطف کردین تشریف آوردین. راضی به زحمت نبودم. کشته شدن به اضافه یه سرهنگ مواد مخدر. تازه یه مأمور سمج هم هست که به قول خودت تا کشته نشه آب خوش از گلوش پایین نمیره. مگه تا حالا مشکلات شما حل کردین که حالا نگران این پلیس شدین؟ من نگران پلیس نیستم، نگران محمولم. به وقتش تحویل میگیر. طبق قرار وقتش فردا بود. برای چی باید تغییر کنه؟ برای اینکه شرایط هم تغییر کرده. تو که الان گفتی مسئله اون پلیس نگران کننده نیست. نگران کننده نیست، ولی تعیین کننده. چرا؟ چرا حرف اصلی تو نمیزنی؟ این شد یه پیشنهاد منطقی. خب؟ سه برابر قرارمون میخوام. به یه حساب بانکی خارج از کشور واریز میشه. بعد که از معذرت شدم، شما مشکل منو با پلیس اینترپول حل میکنین، منم جای دقیق محموله رو بهتون میگم. ببین آقای خوش اشتها، تا حالا کلی جنازه و درد سر گذاشته رو دستمون. الان هم به اندازه ی ارزش کل محمود پول میخوای. دلارا هم کشیدی بالا. سازمان رو چه حساب باید همچین حماقتی بکنه؟ رو این حساب که بهتره همدیگر رو دست کم نگیریم. من از اولش هم میدونستم این همه ماجرا به خاطر چند صد کیلو مواد نیست. پس برای چیه؟ چمدونا؟ مواد مخدر فقط برای گمراه کردن مأمورا بوده. از اون طرف نیروی انتظامی هم اجازه ورودشو به کشور میده تا موقع تبادل مواد همه رو دستگیر کنه. همه فکر همه چیزو کرده بودین جز فکر منو. تو نمیدونی با کیا طرفی. داری وارد یه بازی میشی که بزرگتر از حدته. قبل اینکه ما بیایم سراغت تو یه خورده پای دل دوز بودی که بزرگترین هنرت شنود مکالمات بود. حالا داری خیلی بزرگتر از دهنت حرف میزنی. وقتی کسی میترسه تهدید میکنه. حد من از ذهن تو و سازمان مخوفت خیلی بزرگتره. برای همینم چمدون الان پیش منه. وقتی تحویلشون گرفتیم چی؟ فکر میکنی گیره نمیاریم؟ اگه گیرم آوردین من مال شما. نبوغ من بیشتر از چمدونا به دردتون میخوره. ویروس های شما بدون کمک من نمیتونن نفوذ کنن. از کجا انقدر مطمئنی؟ برای اینکه آنتی ویروس های سیستمشون طراحی خودمه. من همون دل دزدی که الان ازش حرف میزدی. به فرض که سازمان شرایط تو رو قبول کنه. قبول میکنه.
به فرض که قبول کرد، چه تضمینی هست که بعد از خروج از کشور جای چمدونا رو بگی یا رقمتو بیشتر نکنی؟ قرار شد منو دست کم نگیری. من یه حرفه‌ایم. ممکنه، ولی حتی یه حرفه‌ایم وقتی حد و مرزش مشخص نباشه خطرناک و غیر قابل اعتماد میشه. موافقم. پس بهتره زودتر فکراتونو بکنی، وگرنه میرم سراغ مشتریای دولتی.